خودم نمیشه که این ساحه امروز تیرریزی میشه. سرک یکی از مهمترین سرک است که نهای 17 را به نهای 5 وصل میکنه. سرک اتصالی است. طول این سرک 7642 کیلومتر است. طرف دشت برچی آمده بود، گفتم چطور آمده ای؟ در کوتل بود. گفت اینم آبادی را من در تلویزیون دیدم، عزیز خوشحال شدم، من نان و چاشت هم دل من نمیشه. ما که همیش میگیم که تخریب ما به خاطر آبادی است. در این روزا که تخریب پیادروها را آغاز کردیم، ما میخوایم که پیاده رو به شکل اساسی جور شد. اینطور است، افغانا را اگه مردم چانس بده، افغانا هر چیز کده میتانن. اگه چانس ندن افغانا را، نگه افغانا این همه تو فقیر میمانن. خداوند بخشاینده و مهربان، هموطنان عزیز، بینندگان خوب چینل افغان پرو، البته یک جایی هستم که باور خودم نمیشه که این ساحه امروز تیرریزی میشه. ساحه است که سرک اتصالی میان چهارراهی قنبر الا کوتل خیرخانه هست و یکمک از شهر دورتر است، دور افتاده است و خوشبختانه که این سرک را همچنان امروز تیرریزی میکنن. البته از کسایی که زحمت میکشن جهان سپاس و همیشه تشکری کردیم، در حقش دعا میکنیم که وطن ما را آباد میکنن. هر چقدر آبادی بیشتر شوه، مطمئنن که خوشی های هموطنان عزیز ما بیشتر میشن. بجز از چند مشکل اساسی که هنوز هم وجود داره، از جمله باز شدن مکاتب است که باز شوه در روی خواهرای عزیز ما و همچنان اقتصاد مردم نازنین ما که یکمک از اقتصاد همچنان مینالند. انشالله این مشکلات ها بخیر رفع شود تا ای که افغانستان ما با کشورهای خارجی یا اروپا هیچ فرقی نکنه و همون رقم روان باشیم، کار بکنیم، زحمت بکشیم و به پیش بریم. البته چند ماه قبل در این ساحه ما برنامه داشتم و این سرک از طرف ملا برادر افتتاح شد و یک قسمتش که به طرف چهارراهی قنبر است، خانه های مردم است که غصب کردن، اونا همچنان تخریب شدن و فعلا تخریب تمام است، فقط خاکای اضافهش جمع میکنن و اون طرف همچنان کار روان است. و ساحه که به طرف شهرک زاکرین میگن که این سرک مستقیم به کوتل خیرخانه وصل میشه و شهرهای کابل مزار وصل میشه و یک سرکی است که برای شهرهای کابل مزار و همچنان در قسمت بوریبار بودن سرای شمالی این کمک خیلی زیاد میکنه که او قسمت از لحاظ ترافیکی هم مشکل نداشته باشه. کسایی که از شمال به طرف غرب میرن، بهترین سرک است که اونا میتونن استفاده بکنن. و امور رقم که در برنامه ها شما بیننده هستین، ماشینایی که کار میکنن و انجینرهایی که زحمت میکشن، هر دویش آن واحد و شدیدن کار میکنن و ما آمدیم تا ای که باز هم بر شما خبرهای خوشی داشته باشیم. شما بیننده چند تصویر باشین تا ای که مردم رو پیدا میکنیم، کسایی که در این ساحه زندگی میکنن. البته امور رقم که گفتم از شهر یک کم دورتر هستیم و شما بیننده چند تصویر باشین. هستیم با شما دوستای عزیز. دوستای عزیز، در عین بازسازی این سرک که یک خوشی خیلی زیادی به مردم ما رسیده است، در کنار ما معاون صاحبم است. معاون صاحبم پیدا کردیم که همیشه در خوشی مردم شریک بوده. معاون صاحب بسیار زیاد خوش آمدید. تشکر، بخیر باشید. در قناه خود سلام و احترامات بر شما بیننده عزیز. شما امروز شما میبینین سرکی که چند قبل تخریبات آغاز شده بود، امروز شما میبینین که قیریزیش ادامه داره. این سرک یکی از مهمترین سرک است
که نهای 17 را به نهای 5 وصل میکنه. سرک اتصالی است. طولی سرک 7642 کیلومتر است. به عرضی 3 متر در وسط یک گلدان داره. دو طرف جویچا و پیاده رو داره و کارهای تنویری، گروپای تنویری و گلدان سرسبزی هم داره. خیلی ببینین از مفادی سرک بر ما بگوید، ما اون صاحب چقدر مفاد میرسانه به کشور ما؟ طبعا سرک بسیار اساسی سرک است. قبلا اگر ما میخواستیم که از کوتل خیرخانه طرف کمپانی بریم، مجبور بودیم که مکمل شهر یک دوره میزدیم باز میامدیم، ولی فعلا ما میتونیم که مستقیم از کوتل خیرخانه به سرک کمپانی خود وصل کنیم. هم سرک ترانزیتی است، هم سرک به خاطر ترانزیت خوب شد، هم به وطندارا سهولت شد میتونه و هم ازدحام ترافیک در شهر کم میکنه، چون قبلا ما در شهر دوره میزدیم برو بار میشد، فعلا مستقیم طرف کمپانی رفتن میتونه. خیر ببینید، سلامت باشین. این تمامش از برکت شماست. ما خواهش میکنیم، این هم از برکت در قدم نخست رهبری امارت اسلامی، برکت رهبری امارت اسلامی افغانستان است. امنیت برقرار شد، بر تطبیق پروژه زمینه مساعد شد و در قدم دوم شهروال صاحب کابل است که از برکت شهروال صاحب کابل است که همیشه تاکید میکنه تا قسمی که از نامش معلوم است که کابل پایتخت افغانستان است، باید همه میارات در شهر، همه میارات که در پایتخت نباشه باید باشه. یه از برکت شهروال صاحب کابل است، از مدیریت سالمشان است که همیشه ما را تشویق میکنه و با کارهای نیک و همه روزه از این پروژه نظارت میکنه. خیلی ببینین، سلامت باشین. از اینکه میای نظارت میداشته باشین، این کار بسیار خوبی است و ما همچنان دوش با دوش با شما هستیم که یک جا با شما دیدار میداشته باشیم از بازسازی های وطن عزیز ما. از این برمه بگوین ماون صاحب که این پروژه خواه از سایه نایه 5 است که اونجا تخریب خانه ها است، چه تعداد خانه ها اونجا تخریب شد؟ با این خانه های مردم است یا زمین های دولتی است؟ نه، اکثریتشان در یادآوری میکنیم با وطندارا که تخریب ما که همیشه میگیم که تخریب ما به خاطر آبادی است. در این روزا که تخریب پیادرو ها را آغاز کردیم، ما میخواییم که پیادرو ها به شکل اساسی جور شد. اگر خانه را تخریب میکنین شما میبینین که یک سرک تر میشه. پیادرو اگر بروی یک نفر دو نفر تخریب میشه، ولی با هزاران نفر یک سهولت ایجاد میشه. این خانه هایی که تخریب شده بودن کارایشان فعلا در ریاست تحت استملاک است. اگر زمینشان تثبیت شود که ملکیت شخص است، برشان پیسه زمین و پیسه ساختمان هم داده میشه، ولی در صورتی که تثبیت شود که ملکیت از دولت است، تنها پیسه ساختمان برشان داده میشه. و مهم صاحب سرک هم خود شهروالی کابل باوده داده؟ بله، این سرک توسط ریاست حفظ و مراقبت شهروالی کابل پیش میشه، جور میشه. ما بازم یک تشکری خاص از رئیس به حفظ و مراقبت میکنم که همیشه در کارهای خود جدی، قاطع و همیشه در تعقیب کارهای خود میباشه. خداوند خیرشان بده و در بنمایندگی مردم نای پنجم از شهروال صاحب کابل تشکری خاص میکنم، چون در این اواخر در نای پنج به حد پروژه اساسی تحت کار است و اکثریتشان هم تکمیل شده. بخیر باشین. ما هم تشکری از شما میکنیم. بخیر باشین. سلامت باشین. بفرمایید. بفرمایید. قربانتان. خب دوستان عزیز، قسمی که میبینین کارا جریان داره و ما اون صاحب نای پنجم همچنان آمدن تا اینکه از این پروژه دیدار داشته باشن یا هم نظارت بکنن، ببینن که چقدر کارا در این ساحه جریان دارن. و این ساحه سایه نای 17 هم است. نای پنجم همچنان کار روان است، کنج تخریب کاری است و در حالت بیس کورس است که یکی از مراحل سرکسازی است. و میریم برای مردم اهالی صحبت میکنیم، ببینیم که اونا چقدر خوش هستن. کسایی که زحمت میکشن خو وظیفهشان است، کار خود انجام میتن و کسایی که زندگی میکنن بر از اونا چقدر سهولت قرار است بیاید. شما بیننده باشید. سلام، خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ جانتان جور است؟ وظیفه شما چی است؟ وظیفه ما روغن زدن است. روغن زدن؟ آه. ببین ماشینا و یا؟ بله. در دیگه جای ما میبینیم فرش هوار میکنن، از شما نیست رقم؟ نه، ما دربه مندازم باز فرش هوار. مستقیم تو در تایرا روغن پاش میدی؟ بله. بسیار خوب است. چطور از کارا چطور پیش میره؟ خوب است همه. همینجا ماندگی گرفته بودی دیگه؟ مونده میشی؟ والا چی کنم، پایا گرم آمده و دیگه بر آمدم بیرون. دقیقا دوستای عزیز، آنقدر گرم از قیر که استاد شدنش خیلی سخت است. هم آفرین از اینا که زحمت میکشن به خاطر وطن، همو گرمی و سردی رو قبول داری. بله بله.
چقدر خوش میشی که بعد سای خودت وطن آباد میکنی؟ والا زیاد خوش میشه. بخیر باشی. قربانت، سلامت باشین. از چند بجه کار شروع کردی تا فعلا؟ از 6 بجه صبح آماده میدیم اینجا کار شروع، از 7 بجه شروع کردیم تا میانه. قبلا در دیگه پروژه هم خودت دیده بودیم که زحمت میکشیدی. در کدام پروژه ها بود؟ پروژه چی بود؟ شیرپور. شیرپور هم بود؟ خان هم بود. و در ساحه چی هم بود؟ نای پنج بود. ساحه دشت برچی؟ دشت برچی. مقصد کسایی هستن که در تمام پروژه ها زحمت میکشن. البته دو تیم هست که ما امروش معرفت پیدا کردیم، در بسیاری ساحات میبینیم که اینمی ها زحمت میکشن. واقعا خوب است که چهره شما رو مردم ببینن که کیها زحمت میکشن. بخیر باشید. شکر زنده باشید. خانه کجاست؟ خانه کارتنه. کارتنه هست؟ نام خدا چقدر دورتر. از شما مربوط شرکت میشین یا مربوط شارواله؟ شارواله میشین. این پروژه مربوط شارواله میشه؟ بله. کدام شرکت به عهده نگرفتن؟ نه. چقدر خوب. این نو خبر شدیم. امروز انجینر صاحب صحبت کردیم، گفت که ما زیاد رسانه اومد امروز صحبت کردیم، دیگه حوصله نیست صحبت بکنیم. اما برای کسایی که زحمت میکشن اینا معلومات دارن که بر ما معلومات بدن. بخیر سلامت باشی. بخیر باش، تشکر زنده. مثلا اگر چیز کار هست بر ما بگو، ما به خاطر خدمت به وطن اومدیم. زنده باش، تشکر. سلامت باشی. بخیر باش. بخیر باش. خب دوستا، امیر رقم قدم میزنیم و از این ساحه بر شما گزارش تهیه میکنیم. البته در اینی جمع بزرگا هستن، کسایی که دوست دارن و نظارگر آبادی وطن هستن، همینجا قرار دارن که امروزشون صحبت میکنیم. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ شما خوب هستین؟ جانتان جور است؟ بخیر باشین. من دوست دارم که دیدگاه کسایی که سنن بزرگ است اونا رو داشته باشم. اونا بیشتر با آبادی خوش میشن، به خاطر از اینکه میگن که ما آبادی رو ندیدیم، حداقل اولادای ما خو ببینن. یک چیز واضح است که از آبادی هر کس باشه خوش میشه. او روز یکی از وطندارای ما از طرف دشت برچی آمده بود، گفتم چطور آمده ای؟ در کوتل بود. گفت اینم آبادی رو من در تلویزیون دیدم، عزیز خوشحال شدم، من نان چاشتم، دل من نمیشه از خوشحالی که آبادی است، وطن ما آبادی است. دائم در جنجال است، جنگ است. میگه از آبادی خوش میشیم. زیاد مردم از آبادی خوش میشن. دقیقاً دقیقاً. و چقدر منتظر از این روز بودین که سرکتان قید شود؟ از آبادی هر کس خوش میشه، هر لحظه در انتظار آبادی آدم میباشه. خواه از خوشحالی حتی نمیال خانه ما بسیار رو طرف است. آمدیم به حساب تماشای همی آبادی. دقیقا. خیلی من تنها عاشق از این وطن نیستم. نه نه، او تو هر وطن دوری از وطن دوستی کس از عاشق وطن خود است. خوش نیست که در وطنهای بیگانه زندگی کنه. من تا یک ذره مشکلات زندگی آدم رو مجبور می سازم. دقیقاً دقیقاً. چی وظیفه دارین شما؟ وظیفه خب فعلاً کلگی به گفته یک عامیانه بگویم میگن چی وظیفه داری؟ میگن ماما این کار میکنه. حالا خفو رقم هستی دیگه فعلاً. فعلاً متاسفانه بگویم از لحاظ اقتصادی بسیاری ها ما دیدیم که گله و شکوه دارن و ما تا جای توان برای حکومت میگیم که مردم ما این تو یک مشکل دارن. انشالله که کار و بار زمینش مساعد شود، حتما بچه ها هست کار میکنن دیگه. بچه هم یک بچه هست رفته به حساب روزگار زندگی ایران رفته، ایران هم وضعیت آن خبر داری از ما کده بهتر که مناسب مهاجرین بچه قدر تکلیف هست دیگه. هر کار از مجبوری میشه دیگه. امید ما به خداوند است، به دولت نیست. یا توکل به خدا که انشالله که امیر رقم که آبادی روان از زندگی مردم هم ساخته شوه و از لحاظ مشکلات بخیر خلاص شوند. خانه هم تخریب شد، در این ساحه خانه تخریب شد، از چاره قمر خبر داریم که تخریب شد. اینجا یک تعداد خانه هایی که جور کرده بودن تخریب شد، منتها تا این کوچه 14 رو که من خبر دارم پیسه برشان دادن، زیاد رو پیسه دادن. پیسه هم رسید اکبرشان؟ رسیدن ها برشان پیسه گرفتن، حتی 30 لک و 40 لک و 15 لک و 8 لک، بستگی به آبادیش داشت. نظر به آبادیش خوب است که این پیسه شام رسید. بعضی کس ها از لحاظ پیسه هم شکایت داشتن، گفتن برای ما نرسید. خب یک تعداد ناشکر هستن، اما پیسه خود را گرفتن، نسبت به قیمت فعلی که میبینی بسیار به مناسب پیسه گرفتن. بخیر سلامت باشین. برای مردم ما چی گفتنی داریم؟ برای مردم ما دیگه آرزوی نمیر داریم که
دیگه چاره نیست، از خداوند تحمل میخوای. انشاءالله بخیر سلامت باشی. زنده باشی. قربان تو شدیم. بسیار زیاد انرژی میگیریم. امروز بزرگای ما صحبت میکنیم. واقعا ما خیلی انرژی میگیرم چون اینا هست که ما هستیم. ما با امید از اینا زندگی میکنیم که اینا زمانی که خوش باشن طبعا که ما خوش هستیم. خوب هستین؟ بیاین صحبت بکنیم. صحتتان خوب است؟ سلام برسه. جانتان جور است؟ تشکر. بخیر سلامت باشین. نظارگر سرک بودین یا در این پروژه هستین؟ اینم سعی میکردم. خب خونه همی طرف هست؟ بله. چی را سعی میکردین دقیقا؟ والا دیگه یک پروژه ملیز دیگه کل خوش داره که بیا ببینه سعی کنن. دیگه بخیر اگه سرک جور شوه همی به نظر ما یک 50% شاید بیروبار کابل کم شوه چون مردم شمال میاین داخل شهر میشن باز طرف کتی سنگی جا میرن وقتی که این سرک جور شود اگر رای از وام کتا میشن بیروبار شهر هم کم میشن مگر نام خدا که میبینیم یک کار نیک است خداوند قدمش نیک کنه همیشه هم تو وطن ما آباد باشه خوش میشه خیلی ببینید سلامت باشین خوب است که آبادی بیه و در پهلوی آبادی امکانات میشه قبلا شاید به نظر ما رفت آمد موترها اینجا خیلی کم بوده حالا خیلی زیاد شده نه قبلا خیلی چیز نبوده یک قریه بود یک سرک فرعی خامه بود که از رفت آمد نمیکرد ولی حالا تقریبا 1000% به نظر من فرق میکنه دیگه به خیر جور شوه باز فایدهش مردم کابل میبینه انشالله که فایدهش دو چند شوه بر کسایی که زحمت نکشن بالخصوص یا مربوط به شاروالی کابل میشه و در رأسش انجینرای افغان ماست که زحمت نکشه خارجی نیست نه. چقدر خوب است که افغانای ما زحمت نکشه والا اینطور است افغانا را اگه مردم چانس بده افغانا هر چیز قدم میتانن اگه چانس ندن افغانا را دیگه افغانا این همه تو فقیر میمانه ولی تا جایی که است کشورهای بیگانه مداخله میکنه افغانا را همی تو فقیر نگاه کردن ولی باید خود افغانا هم آستین بر بزنن هیچ چیز ناممکن نیست اگه بخواین این همی حالا انجینرهای ما پل خوبش میسازن سرک خوبش میسازن هر چیزی که ضرورت مملکت باشه طالب ای تو یک انجینر نشنیدیم که نابگه من نمیتانم ولی باید دیگه از توجه ما بر جیب خارجی ها نباشه توجه ما بر زندگی خود ما باشه کشورهای دیگه که پیشرفت کرد کسی بر از واو را جور نکده خودشان آمدن زحمت کشیدن دست به دست دادن جور کردن دیگه ما هم باید این همه تو یک اصول داشته باشیم که تا کاروان ترقی خود یک جای بسازیم انشالله و امیر خم کسایی که ما را انرژی میتن انگیزه مثبت میتن ما انشالله خواهد میرسیم و بر کسایی که واقعا زحمت نکشن در حقش دعا میکنیم بخیر سلام باشید شکر سنده باشید خب دوستای عزیز بیننده چند تصویر باشین هستیم با شما آمدیم کسی که واقعا زحمت اساسی رو میکشه البته کار از اینا خیلی سخت است وقتی قیریزی تمام میشه وظیفه از اینا طول میکشه تقریبا نیم ساعت یک ساعت پیش میرن پس میرن پیش میرن پس میرن ببینیم امروزش صحبت بکنیم که این کار چقدر بر از اینا خسته کن تمام میشه یا به خاطر وطن دخصش نیستن کار میکنن سلام علیکم علیکم سلام جور بخیر چه دارید قربانتان اسمتون رو بر ما بگو زین لابدین هستم بسیار خوب همین چیزی که من گفتم واقعیت دارم برو کن برو کن چطور از خسته میشین نمیشین حالا طبعا خسته خودم میشه دیگه مجبور که حوصله کنی گذشت کنی چطور کنی وطن از جور کنی خیر ببینین کار از کجا یاد گرفتین این مسلک از کجا یاد گرفتین این مسلک خو ما اگر بگویم که بعد ما تو استاد مقرر شده میش شاگردی نکردیم او نام خدا ما تو آمدیم فقط سر جلا وشتیم و دریوری کردیم بس خلاص یک روز دو روز آمدیم سعی کردیم بعد از دیگه کار کردیم خیر ببینین این مثل دیگه موتراور آسان است یا سخت است پیش بردنش این بسیار سخت است این در باری قیر که کمک کات کنی قیر خراب میکنه کف میکنه تو باید همون سیده بری و سیده پس بیایی نمو خطت بری در خطت بیایی
بسیار خوب است. یک فشار هم وارد میکنه سر قیر؟ نه سر قیر خدا میکنیم یا وزن زیاف است دیگه لورا میکنن باز سر ازی هم تازی میریم خودش جور میکنه آه در بدن نباشیم باز فشار میتیمش تپک داره باز اینجا همو درجه فشارش هست دیگه بله های تک محکایش هست که میزینی باز تپک میشیش معلوم دارست چقدر فشار وارد میکنه در این قیر؟ بله ها خود از این وزنش 10 تن است ضربه از این که میزینی 25 تن میشه نام خدا 25 تن میشه؟ بله 15 تن این ضربه از این بالا میشه نه من هم میفهمیدم خوب است که کم بلد شده چقدر وقت میشه که سر از این پروژه کار میکنه؟ در این پروژه خود یک سال نده شروع کردن ما نبودیم در اینجا دیگه پروژه ما کار کردیم ما خود بزن بخش قیر هستیم بدن سازی شده که دیگه کار میکنم بعد وقت قیرش میشه باز ما میمیم چند پروژه را خود شما به دستای خود کار کردی که برای افغانستان ما برای مردم ما سهولت های خیلی زیاد آورده زیاد پروژه را ما کار کردیم تقریبا 18 سال میشه که ما در این مسلک هستیم 18 سال بله پروژه اساسی و پروژه عامل منفعه دیگه بله این سرک قرقر مکمل جور کردیم جاده را جور کردیم بسیار پروژه را جور کردیم قلعه زمان خان بگرامی دیگه شارک امنیت بسیار پروژه را جور کردیم خیر ببینید اولاد هم هست بله ها چند دوست هم خدا مال خدا 6 دانه است 6 دانه است اونا را ما ورده اینجا که مسلک یاد بگیرم نه طبعا نیوا خورد از دیگه همون کلانترینش 17 ساله است 17 ساله است دوست داری که وام بیای مثل خودت وارد زحمت بکشه بله ها چرا نه یعنی چه به وطن از جور کنه زحمت از آرام بکشه به وطن خود میکنه به جای نیست بخیر سلامت باشی خوش که یگان تو گفته بود که کسایی کار میکنن مانع کار از اونا نشین و ای پدر جان ما فعلا توقف کرده بود که ما آمدیم دیگه مانع کارت خونه شده قربان شما علی سلامت باشی بخیر باشی خب دوستای عزیز ای همان لورال یا هم بعضی کسا لورر میگن بعضی کسا لنگر میگن که چند نام داره و در بین مردم معروف است فقط وظیفه شما مو رقم برتان گفت هموارکاری هست و جایی که آبروش باید کشیده شود از سرک او است وظیفهش و در پهلوی از او یک فشار بالای قسمت هایی که قیر انداخته میشه وارد میشه تا ای که مستحکم بیاید و فعلا کار روان است سمت پایین تر میریم و منتظر قیر هستن که قیرم فعلا رسید و این ساحه را دو پیور که این نام این ماشینا پیور است دو پیور کار میکنه فعلا یکیش پایین تر است و یکیش اینمی است بیایم اجازه صحبت کنیم صحبت بکنیم خوب هستیم خب مصروف هستن صحبت میکنین؟ در مورد کارتان بگوین خوب پیش میره بیاین صحبت بکنیم سلام برسه خوب هستین؟ سهتان خوب است؟ صابر هستم خوب هستی؟ قربانتان بخیر باشی خودت پیورکار هستی دیگه؟ ما در بخش چیز هستیم تکنیک هستیم بخش پنچرماین دیگه سیار هستیم اگه این موتارای قیر اگه پنچر شد ما در خصمت هستیم حالا جان ولی خود تایر نداره یک رقم مثل چی واره هست؟ تانگا واره هست؟ نه یا خود چیز هستن یا خود خودشان اوتومات هست یعنی موتارای قیر که اتر اخیل قیر میه؟ موتارای کلان موتارای کلان کمازای روسی ما دیگه در این خصمت از این موتار هستیم خصمت دولت هستیم بعد از دیگه یک کسی پنچر کشم ما در خصمت هستیم ما در بخش ورکش ها بستیم لالا جان امی گر کس پنچر شد خود در خدمت هستی بخیر ما در خدمت هستیم والا جان سلامت باشی کلان خدمت میکنی زنده باشی والا بخیر باشی خدا نگیره زنده باشی در تمام پروژه خودت می باشی دیگه بله صاحب ما سیار هستیم ما سیار هستیم هر پروژه که پنچر شوه باز ما را جناب آقا صاحب سید ابیلو امر ورشاپ باز ما را هدایت میده ما مثلا پروژه پنچر میره ما فعلا ما تا کمیس پروژه خلاص نشده دیگه هفت صبح میایم تا چهار دیگه دیگه ما مدام واجد که موتور پنچر نشه که اوجلگی پنچر بگیره پاس برن ترخل کیل برن برای جا خیر ببینین از این بر ما بگوین که شما شخصی هستین یا مربوط حکومت میشین مربوط شاروالی میشین مربوط شرکتی که قرار است قیر ریزی بکنه مربوط از او میشین ما مربوط اسم رقابت کار هستیم مربوط خود شاروالی کارمند شاروالی هستیم بله صاحب مربوط شاروالی هستیم مربوط کار هست چیز هستیم در شرک طلایی ریاست مراقبت کار ما مربوط اوجه هستیم مقصد دیگه پروژه ما وظیفه ما میجه هستن خیلی
حاضری ما در اوج هستا. سلامت باشید. این حال بگو بخاطر وطن چقدر خوش میشی که زحمت میکشی؟ والا خوش میشه که وطنم آباد شه و آرامی باشه، دیگه جنگ نباشه، بدر کار باشه. دیگه نمی آرام مقصد، دیگه نمی کار از یعنی وطن از خود ما جور کرده، کسی جور کرده نمیدونه بیده. بخیر باشه. سلامت باشی. از این ماشین ها شوقی شستی که بدوانی یاد بگیری؟ والا شوقی هستم فعلا که ما بمجا در موتر ما شش را بودیم بدر آمده و بگیم ساده کتیم اگر اجازت باشه پیشینیم که پیش گفنیت پیشینیم بدر یاد بگیریم که ما یاد بگیریم خوب از دیگه برای ما این موتر ها را قبلا خارجی ها برای ما یاد میداد حالا افغان های ما به افغان ها یاد بدن ولی والا نام خدا استادای بزرگوار هستن بگرد بخش تکنیک نام خدا پیشرفته هستن کار میکنن بخیر سلامت سلامت باشید زنده باشین قیرامان قدر داغ است که استاد شدنش سخت است اما آفرین کسایی که کل روز بالای امی قیر استاد میشن فعلا این قیر تازه هست که رسید و در این ماشین پیور انداخته میشه و این ساحات قیر ریزی میکنن و مش امروز این برادرم صحبت کنیم سلام خوب هستین بخیر جان جور نامتون چی هست؟ محمد وسیم جان نظافت موتر رو مراد میکنیم والا چطور کنیم دیگه کن بیروار شارت میشه عقب پاک باشه بطرم شما قیر آوردین بله از کجا میرین قیر از چی ترخیل از ترخیل پل چرخی میرین نه پل چرخی نه طرف دیسابز گفته خب از طرف دیسابز میرین بله مربوط شارواله میشه اوسا بله مربوط شارواله است دزگاه شارواله هم اونجا است روزانه چند دفعه میری و میای سه دفعه دو دفعه برابر گیز دیگه نوبت برسه برام تعداد موتورا زیاد است سه بیره دو بیره روزانه میره خیرام خوب داغ است که دیگه حرارت زیاد است از خاطر که سرد نشه تا اینجا میره حال خود زمستان است اما در گرما بسیار برتان مشکل است والا مشکل است دیگه کندیشن نداره موتر های ما بسیار گرمی میبرد شما مربوط شارواله میشه بله مربوط شارواله میشه موتر ها خمور قمز بله موتر ها شارواله است بله سلامت باشین چطور از کارا چطور پیش میره والا خوب است فضل خدا حال نسبت بسیار خوبتر است تنها قیر در این ساحه آوردین یا دیگه ساحه تا میره طرف برچی ها مال فعلا نمی آماده قیر است میره یکی خلاص برچی آماده قیر است برچی را کدام ساحه برچی؟ از امی سرک کمپانی تا آخر برچی دفع سرک اتصالی که است؟ نمون بله او را به اونجا قیر می بره؟ ما کمش مانده دیگه که وام بخیر وصل شد بر سرک برچی انشالله کسایی که چهره های خدمت گذاره کسایی که در وطن خدمت میکنن را ندیده دوستای عزیز ما ببینه که این رقم مردم ها خدمت میکنن بله واقعتا دیگه وطن ما باید از خدمت کنیم دیگه روی مردم برای شما چطور بله خوب است بله خدا بیخی روی مردم بسیار احساس خوشی خوبی میکنن روی ما بسیاری جای دیدیم که قصه میکنن کسایی که کار میکنن میگن طرف های دیگر بر ما چای ها میارن یگان کلچه و یگه پام اگر در خانه شان هست میارن غذا میارن میگن تو کسی هستی که وطن ما را باد واقعیت هست واقعیت هست ما دمی چی کار میکنیم گردنه باقا بالا بیشتر کانتینو تل باور که از هر خانه چای نام تشویق بسیار اگه چی میکنن ما احساس خوشی میکنیم ولی کار میکنیم اگر زمین خاطر تشویق شویم ما هنوز بهتر خوبتر کار میکنیم انشاءالله ما خیلی دوستان دارم خیر باشی زنده باشی ما همچنان زنده باشی اینا رو خیلی دوست دارم بخاطر از اینکه در وطن خود زحمت میکشن بله دوستا اینجا ماشین پیور دیگه هست که این قیر انداخت تا اینکه ماشین های دیگه میای سرزی و این سخت میسازه و هستن کسایی که کار میکنن جز چند نفری که بیننده این ساحه بودن دیگر تمامش کارگر هستن کار میکنن زحمت میکشن خب هستین این را بخاطر چی آوار میکنین؟ بخاطر که خیلی سخت میشه امو از که سر قیر مندازین چربش میکنین اما دیگه بس نه به خاطر که سرد نشه این سر قیر مندازین که سرد نشه سرد نشه درجه هم بلد شده مثلا بله نام چی هست؟ حسیب الله حسیب الله جان فکر کنم تو را در این پروژه چی هم دیده بودم برچی چاروی قنبر الا برچی بله آدم اما دیگه بود بله آدم او روز غیر حاضر هم شده بودین امروز غیر حاضر هم بودیم بله امروز چطور غیر حاضر نشدی؟ وقت آمده بودیم وقت آمده نه؟ بله هم یک غیرازوری کار دکت که مقصد دیگه وقت بی بله ها درست است سلامت چند نفر است این کار میکنی اینجا؟ 12 نفر کتی ماشین کار یا 18 نفر همون نفر های کجا کار میکنی اینجا مست؟ بله ها شما مربوط شارواله میشید؟ بله ها مربوط شارواله مشروف کارت باشه تشکر خب دوستای عزیز این بود گزارش امروزی ما هرچقدر صحبت بکنیم کم است و شما بیننده
برنامه ما باشین، همیشه ما را حمایت بکنین تا اینکه ما به سایر جاهای کابل بریم برای شما گزارش تهیه بکنیم. اگر توان باشه به طرف ولایت بریم، از اونجا همچنان گزارش تهیه بکنیم. نه تنها اینکه آبادی در این قسمت ها صورت میگیره در کابل نازنین ما، در ولایت ها همچنان هست، اما توانش نیست که ما بریم. انشالله که ماهای آینده توانش پیدا بکنیم و بریم به طرف ولایت و از اینجا برای شما گزارش تهیه بکنیم که در ولایت ما چقدر تغییرات آمده. تشکری خاص میکنم از شما تا دیدار بعد که معین مهرزاد در خدمت شما حاضر میشم. شما رو به خدا دیگتا میسپارم. شاد خورم، زندگی آرام استفاده داشته باشید.